تغذیه و اسکان سیل زدگان اولویت کار دستگاه‌های اجرایی. عملیات امدادرسانی با آسیب دیدگان تسریع شده، اما همچنان برخی مناطق چشم به راه کمک‌ها هستند. همه دستگاه‌ها و مسئولان برای سرعت بخشی به عملیات امداد بسیج شدند، ولی نیازهای هموطنان تلاش بیشتری را می‌طلبد. مسئولان می‌گویند با توجه به اینکه 14 شهرستان درگیر سیل هستند، برطرف کردن مشکلات زمان بر است. زندگی ما نگاه کن، همین گلالودی حافه رو میخوریم. اینه حتی خانوادگی معلول هم داریم. آب تا کجا آمده بوده بالا؟ بیا بیا اما ما دشوی ما نگاه کن، من جنین آدمی من نه که دشوی داریم، نه که حمامی داریم، نه که زندگی داریم. این وضعیت یکی از راه‌های روستایی هستش که دارید مشاهده میکنی. زیر جاده خالی شده، زیر آسفالت خالی شده کاملا. از کجا اومدین اینجا؟ از جابار. شابهار. چی کار دارید میکنید الان؟ ما راه خراب شده، میخوایم راه درست کنیم. آبنما خراب شده. خودتون کارتون چیه الان؟ ما راننده کمپرسی هم. بله. چند روز الان دارین کار میکنید؟ ما 3 روز اینجا هم. امکانات و اینا هست؟ لودر، بیل مکانیکی اینا؟ امکانات از چابهار و نگور اینوره اومده. چقدر طول میکشه تا ایشالا اینجا ده رو برابش؟ فکر کنم 2-3 هفته طول میکشه. همینطور که دارید میبینید آبهای سطحی و بارش ها باعث شده که این در واقع زیر این تیرهای برق همه شسته بشه و تیرها کج شدن. یکی از دلایل این که برق هنوز وصل نشده توی یه سری از روستاها همین وضعیت در واقع تیرها هست. ممکنه که اینها باعث برق گرفتگی بشه. باید تمام این تیرهای برق دوباره در واقع مستحکم بشن تا برق منطقه وصل بشه. از 700 راه روستایی بسته شده بر اثر سیلاب سیستان و بلوچستان، راه 400 روستا بازگشایی شده است، اما 300 روستا همچنان دچار مشکلند. سهمیه ویژه ارزاق عمومی به مناطق سیل زده استان اختصاص یافته است. کمک به سیل زدگان از استانهای همجوار و از دیگر مناطق سیستان و بلوچستان هم در حال ارسال است. وزیر بهداشت هم که به سیستان و بلوچستان رفته، پس از بازدید از مناطق سیل زده گفت همه کادر بهداشتی و درمانی در آماده باش و در حال خدمات رسانی به سیل زدگان هستند. دکتر نمکی افسود مشکلی در حوزه دارو و نیروی انسانی برای کمک به سیل زدگان نداریم. دولت 100 میلیارد تومان به صورت تنخواه به بنیاد مسکن داد تا برای پرداخت‌های فوری به سیل زدگان جنوب شرقی کشور هزینه شود. اوضاع کنونی مناطق سیل زده. حالا در ارتباط مستقیم با آقای عبویی، خبرنگار اعزامی شبکه خبر. آقای عبویی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. گزارش شما را هم دیدیم و اون اوضاعی که بر منطقه حاکم بود، از اخبار جدید چه خبر؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان خوب شبکه خبر. ببینید، ما الان توی مسیری هستیم که جاده روستایی که روستای اورکی رو به پلان و سفرزهی پخش متصل می‌کنه، اینجا در جنوب شرق چابهار ما هستیم، نزدیک به نقطه صفر مرزی داریم میشیم. خب واقعا مردم صحبتاشونو کردن تو مصاحبه‌ای که من گرفتم و شما پخش کردید، دیگه در واقع تکرار نکنه. ما قرار بودش که برای این بخش خبری با آقای استاندار هم گفتگو بکنیم. متاسفانه همین جاده پلان به اورکی یکی از پل‌ها در واقع شکسته بود و جاده مسدود شد. ما آقای استاندار رو در واقع گم کردیم، دسترسی نداریم بهشون که آخرین خبر رو از ایشون بتونیم بگیریم. مشاهدات ما نشون میده که خوشبختانه کمک‌های مردمی در حال
ارسال به مناطق سیل زده هست. خود مردم در واقع سیل زده تو همین محوری که ما هستیم الان دارن وانت مواد غذایی، لاحاف و دوشک و بالش دارن میفرستن برای هموطنان خودشون، از خیلی از حالا ارگان ها داره میاد. دوستان راهداری و یگان های مهندسی سپاه مشغول مرمت هستند در طول منطقه. مهمترین نیازهای مردم همچنان آب آشامیدنی هستش، پتو و لباس گرم هستش. برق هم تو این منطقه که ما هستیم به دلیل وضعیت در واقع چون خیلی از این تیرها شکسته، همونطور که تو گزارش من بودش و در واقع خطوط برق با آب اتصال داره، به دلیل اینکه مشکلی به وجود نیاد قطع هستش. از اداره برق هم دارن تلاش میکنن که برق رو برقرار کنن. بالاخره مردم شرایط در واقع خوبی ندارن اینجا و نیازمند کمک مسئولین هست. متشکرم آقای عبد. اما خبرهایی از کرمان، امدادرسانی در مناطق سیلزده استان کرمان همچنان ادامه دارد. به گفته مسئولان استانی، راه ارتباطی بیشتر روستاها بازگشایی شده است. وضعیت از حالت اضطرار خارج شده و به اوضاع در مناطق سیلزده عادی شده است. 16 شهرستان کرمان درگیر سیل بود که امدادرسانی در 8 روستا همچنان ادامه دارد. ما نزدیک به 402 روستای استان ما فقط دچار قطع راه ارتباطی شد که در حال حاضر که من خدمت شما هستم 386 روستا بازگشایی شده. بازگشایی چند نوبته برخی از این روستاها. 16 روستا هم که باقی مونده، اونم به خاطر قرار گرفتن در مناطق صعب العبور چه کوهستانی و برفی چه در مناطق سیلابی جلگه‌ای هستن که انشالله تا آخر وقت امروز سعی می‌کنیم به اکثر قریب اتفاق اینا رو هم راه ارتباطیشون رو ما برقرار کنیم. در استان ما 60 روستا دچار قطع ارتباط، خط انتقال آب شد که الان در حال حاضر 59 روستا خط انتقال آبشون برقرار شده. 100 روستا با 2500 مشترک دچار قطعی برق شدن که در حال حاضر فقط 99 روستا برقشون برقرار شده و یک روستا باقی مونده. این یک روستای فاقد برق و آب هر دو در شهرستان مروجان هستن به علت عدم دسترسی زمینی که انشالله تا اواخر وقت امروز این اقدامات هم تکمیل خواهد شد. ما حدود 25 کیلومتر خط انتقال برق رو در استانمون بمیشه در مناطق صعب العبور اصلاح و بازسازی کردیم. ما در استانمون توسط عزیزانمون در جمعیت هلال احمر 97 روستا امداد رسانی صورت گرفت و نزدیک به 1401 خانوار با جمعیتی حدود 6726 نفر تحت امداد رسانی